وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت که با این استراتژی طالبان بیش از هر وقت دیگر در موقف مایل به مذاکره دیده می شوند. جم ماتیس گفت که اعلامیه اخیر رهبر طالبان که تاکنون پیشینه نداشته است به صراحت نشان داده است که مذاکره روش ختم جنگ در افغانستان است. وزیر دفاع ایالات متحده گفت که یکی از عناصر اساسی استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعمال فشار بر طالبان است تا آن گروه به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان وادار شود. به گونه کامل از مذاکرات صلح بر رهبری و ملکیت افغان ها حمایت می کنیم. مبارزه جدی برای متقاعد ساختن طالبان و کشاندن آنان به مذاکرات صلح جریان دارد. طالبان در جنگ برنده نمی شوند و باید مذاکره کنند. آقای ماتیس پیشنهاد خصوصی سازی جنگ افغانستان را رد کرد. وقتی که امریکایی ها اعتبار کشور خود را در خط مقدم قرار می دهند، خصوصی سازی جنگ افغانستان شاید مفکوره معقول نباشد. اریک پرنس، بنیانگذار و مالک پیشین شرکت امنیتی بلک واتر، تلاش می کند تا اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را ترغیب کند تا از یک سو جنگ امریکا را در افغانستان خصوصی بسازد و مسئولیت آن را به شرکت‌های امنیتی خصوصی آمریکا بسپارد و از سوی دیگر معادن آن کشور را استخراج کند. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که پلان اریک پرنس را بررسی نمی‌کند. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، از این اظهارات جم ماتیس استقبال کرده به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان توانایی برقراری امنیت و دفاع از کشورشان را دارند. در همین حال جوزف دنفورد در مورد ایجاد پایگاه دائمی آمریکا در افغانستان گفت که ایالات متحده ماموریت دائمی دیپلماتیک در افغانستان و جنوب آسیا خواهد داشت، اما گفت که قطعا انتظار نمی‌رود که قوای آمریکایی مستقر در افغانستان به حضور پایدار و دائمی در آن کشور متحد باشند. آقای ماتیس افزود هر گونه تصمیم گیری در مورد ادامه حضور قوای آمریکایی در افغانستان وابسته به وضعیت در آن کشور و توانمندی کامل قوای افغان به دفاع و تأمین امنیت کشورشان است. تنها ایالات متحده در افغانستان حضور ندارد. در ماموریت افغانستان بیش از 30 کشور جهان دخیل است و از حکومت که ملل متحد آن را بر رسمیت می شناسد حمایت می کنند. در افغانستان ایالات متحده به تنهایی حضور ندارد و نباید این گونه باشد. ما در افغانستان هستیم تا امنیت ایالات متحده یک بار دیگر مورد تهدید قرار نگیرد و مردم افغانستان نیز در کنترل آینده ایشان دخیل باشند. ایالات متحده آمریکا در حالی به ختم جنگ از طریق مذاکره و مفاهمه میان طالبان و حکومت افغانستان تلاش دارد که در 17 سال گذشته بیش از 2400 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند و صدها میلیارد دلار دیگر را صرف این جنگ کرده است.